به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید. از طریق شماره تلفن پیامگیر این برنامه که در پایین صفحه مشاهده میکنید با ما در تماس باشید. اما برنامه این قسمت گفتگویی است با محمد آسنگران، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران و دبیر کمیته کردستان این حزب. 20 سالگرد حزب کمونیست کارگری و تأثیرات اون در کردستان، در منطقه و نقش منصور حکمت به عنوان بنیانگذار کمونیسم کارگری. محمد آسنگران رو در استودیو همراه خودمون داریم. به استودیوی ما خیلی خوش اومدید محمد آسنگران. مرسی از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی خوشحالم که از نزدیک با هم گفتگو میکنیم و شما رو از راه دور نداریم. بازم به استودیوی ما خوش اومدید. 20 سال از تشکیل حزب کمونیست کارگری میگذره. شما طی این 20 سال یکی از فعالین کمونیسم در منطقه و مشخصاً در کردستان بودید. این دوره رو به عنوان یکی از فعالین سیاسی در این عرصه چطور میبینید؟ منصور حکمت به عنوان یکی از متفکرین تراز اول حزب کمونیست کارگری و جنبش کمونیسم کارگری چه نقشی داشت؟ چه اتفاقاتی بعداً توی کردستان اتفاق افتاد؟ آیا فقط با تشکیل حزب این اتفاقات افتاد یا کلاً حضور منصور حکمت تأثیراتی داشت؟ بفرمایید. خب طبعاً سوال گنده میشه. بله همینطوره. کتاب در موردش نوشت. اما شما کوتاه. امیدوارم به هر حال تا اونجایی که بیاد دارم در جواب سوال شما باید بگم که به طور واقعی نقش منصور حکمت یه نقش همه جانبه و وسیعی بود و محدود نمیشد حتی به خود حزب. از مقطع تشکیل حزب کمونیست ایران در 62، یعنی اوایل دهه 60 در واقع شمسی، این نقش شروع شده. تحولاتی که در کردستان اتفاق افتاده با تشکیل حزب، اصلا با تغییر کل چپ ایران و بخشی از این چپ که یه چپ اجتماعی تو قالب کمره در کردستان فعالیت میکرد، خود تغییراتی که منصور حکمت درش نقش اول رو داشت تأثیرات وسیع رو گذاشت، هم از لحاظ بعد طبقاتی قضیه چپ و کمونیسم چطوری معرفی بشه به جامعه، هم از بعد مبارزه با جمهوری اسلامی، اهمیت و جایگاهی که برای رفع ستم ملی هر حزب چپ و کمونیستی باید داشته باشه، تا تقابل با جریانات بورژوایی عقب مونده و مانع مبارزات مردم برای وحدتی که بین مردم و جنبش‌های انقلابی وجود بیاد، همه اینا عرصه‌های مختلفیه. حتی تا مقطع مسئله جنگ حزب دموکرات و نوع برخورد و نگرشی که منصور حکمت نمایندگی کرد، تا تغییر فرهنگ سیاسی که هم تو کومله هم تو جامعه کردستان برای ایفا کردن نقش زنان در مبارزه و برای اینکه بتونن تو پست‌های کلیدی در یه سازمان کمونیستی قرار بگیرن، تا اینکه فرهنگ حاکم بر مبارزه مسلحانه، خود تدوین استراتژی سیاسی و نظامی که کاملا باید جلو رو خودش قرار میداد، همه اینا عرصه‌های مختلفیه که منصور حکمت توش بازی کرده، نوشته، قانع کرده، بالاخره جنبشایی رو وادار به عقب نشینی کرده، یه جنبشایی رو حاشیه کرده، یه جنبش چپ و کمونیستی رو تلاش کرده که رو بیاد و قدرت اجتماعی پیدا کنه، تا اینکه بالاخره یک نوع کمونیسم ویژه رو که بالاخره جواب بده به دنیای امروز در مقابل توریسیان‌ها و یا صاحب نظران عمدتری و گندتری در سطح دنیا، بالاخره همه اینا عرصه‌هاییه که وقتی منصور حکمت رو نقشش رو می‌بینیم و نهایتاً تدوین چارچوب فکری و بنیادهای فکری کمونیسم کارگری رو اومد و از به طور رسمی در یک کنگره به اسم کنگره دو حزب کمونیست ایران اون دوره سال 65 تدوین کرد و ارائه داد، تازه از اونجا تغییرات بنیادی تر شروع میشه، نهایتش بالاخره تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران ازش در میاد. اما توی این پروسه‌ای که خود شما میگید، احزاب ناسیونالیستی که به عنوان رفع
به عنوان احزابی که میخواستن به رفع ستم ملی پاسخ بدن تشکیل شده بودن و کلن سرمایه‌داری رو توی کردستان نمایندگی میکردن. چطور امکان پذیر بود که یک جنبش دیگری رو متحزب کرد، متشکل کرد و در مقابل این احزاب قرار داد و اتفاقا چهره سیاسی رو تغییر داد؟ جالب اینه که خب قبل از منصور حکمت این دو تا حزب در مقابل هم درست شده بودن به طور واقعی و اینا نتیجه انکشاف طبقاتی بود که تو اون جامعه اتفاق افتاده بود. با به میدان اومدن طبقه کارگر مخصوصا بعد از اصلاحات ارضی دهه 40 این اتفاق اجتماعا افتاده بود و جامعه دنبال آلترناتیو انقلابی رادیکالی میگشت در مقابل جنبش ناسیونالیستی که اساسا مسئله ملی رو و رقابت بین ناسیونالیسم تحت ستم و ناسیونالیسم حاکم رو یه عرصه اساسی کرده بود. اینجا دیگه طبقات رسمیت نمیشناخت. همین احزاب و بورژوایی که شما میگین اون اتفاقا اون می نوشت تئوریاشو بر این سوار کرده بود اصلا طبقه ای وجود نداره در کردستان. اونا مدعی بودن در کردستان همه کردن، طبقه ای وجود نداره، همه تحت ستمن در مقابل دولت مرکزی و ناسیونالیسم حاکم. به این معنا این تئوری با به میدان اومدن طبقه کارگر و پیدا شدن نماینده های فکری چپ و با نقد ناسیونالیسم کرد، البته نه با این شفافیت، اساسا با قبول نداشتن حزب دموکرات در واقع پا به میدان گذاشت و همون موقع سازمان خودش رو درست کرد. کاری که منصور حکمت کرد و کاری که کمونیسم انقلابی و مارکسی در کردستان کرد و به درجات زیادی تأثیرش رو گذاشت تو کردستان عراق هم این بود که علم رهایی طبقه کارگر و یا مارکسیزم رو در قالب‌های سیاسی، اجتماعی و طبقاتی طوری معرفی کرد که هم اون جنبش جاری رو تقویت می‌کرد، هم در مقابل سرمایه‌داران و طبقات دارا تو کردستان قدرت اجتماعی رو پیدا کرد خود چپ که بتونه مقابله کنه و آلترناتیو راه بده، و هم تأثیراتی که این جنبش‌های ناسیونالیستی سنتی عقب مونده در چپ کردستان گذاشته بودن اینا رو به چالش طلبید و نهایتاً سیر و جهتی رو داد به این حرکت که طبقه کارگر احساس کرد اونجا به عنوان صاحب جامعه، به عنوان یه طبقه‌ای در مقابل طبقات دیگه باید خودشو بیاد آلترناتیوشو ارائه بده و خودشو صاحب جامعه قرار بده و به این معنا حزب سیاسیشو تقویت کنه. و اونجا دیگه تو کردستان اون موقع هر کس اگر میگفت حزب کمونیست ایران یا کومله با توجه به این اتفاقاتی که برج اومده بود دیگه عملا هر حرکت حق طلبانه و کارگری تعریف میشد یا اصلا اسم کارگر رو میآوردی. وقتی میگفتی کارگر میگفتن کمونیستا، چون اصلا قبول نداشتن ناسیونالیست کارگرم وجود داره، میگفتن کرد هست، کارگری رو به رسمیت نمیشناختن. و به این معنی پرچم روز به روز شفافتر شد و نقش منصور حکمت اینجا بود که برجسته و برجستر میشد مرتب و بالاخره با تشکیل حزب و بالاخره نقد گرایش ها دیگه تو داخل حزب و اینا و در تقابل با خود ناسیونالیست نقد ناسیونالیسم کرد بالاخره یه جایی رسید به اینکه باید با اسم و رسم نقد کرد این جنبشو، گفت این جنبش چیه و همه معتقد بودن، حتی چپای کردستان هم همه معتقد بودن یه جنبشی تو کردستان هست. الانش هم اینطوریه، خیلی از چپا و راستا اتفاقا همه سر یه چیز مشترکن، یه جنبشی تو کردستان هست، اونم اسمش جنبش ملیه. گویا چپا جناح چپ جنبش ملی هن و راستا و بورژواها یا احزاب ناسیونال جناح راستشن. دستوری مسئله ما گفت نه اینطوری نیست، ما دو جنبش داریم تو کردستان مثل هر جای دیگه، یه جنبش ناسیونالیستی داریم، یه جنبش سوسیالیستی و طبقه کارگره که نیروی اساسیشه. و این خیلی شفافیت برجسته‌ای بخشید به اینکه ذهنیت رو روشن کنه از این طرف و از این طرف کارگر رو فرا بخونه و اینکه حزب خودش رو تقویت کنه و تو این میدان جنگ وارد دخالتگری سیاسی بشه. اما بجز احزاب ناسیونالیست و وجود جنبش کمونیسم کارگری، یک نیروی خونریز دیگه بود به نام جمهوری اسلامی که به کردستان لشکر کشیده بود و مشغول قتل عام و خونریزی بود و آخرین رمق انقلاب سال 57 رو
به انقراض میبرد. جنبش کمونیسم کارگری یا خود منصور حکمت چه تأثیری تو این پروسه داشت؟ در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، احزاب ناسیونالیست با شیوه های خودشون ایستادن، کمونیسم کارگری چطور میشه؟ اولی کاری که منصور حکمت تو کردستان کرد این بود که تا اون وقت جنبشی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته بود اساساً چپ و راست این جنبش رو مسلحانه تعریف میکرد و اساساً بدون اسلحه ظاهراً معنی نداشت یه حرکتی اعتراضی در مقابل جمهوری اسلامی. منصور حکمت با از همون روز اومد تأکید کرد و تلاش کرد کاملا روی این خط ببره و کل حزب کمونیست ایران رو تو کردستان، بخش کردستانش رو روی این خط ببره که مسئله مبارزه مسلحانه و جنبشی که الان وجود داره دو تا مؤلفه به هم پیوسته ولی در این حال متفاوتن. از یک طرف جنبشی وجود داره به اسم جنبش رادیکال کارگری سوسیالیستی در مقابل جمهوری اسلامی از یک طرف و در نقد ناسیونالیسم کرد، و از یک طرف این جنبش آزادی خواهانی شاخه نظامی هم داره. تا اون موقع این قابل فهم نبود یا لااقل اینجوری تفکیک نمیشد. چپ و راست خودشون رو یه جنبش مسلحانه تبیین کرده بودن، تعریف کرده بودن. اگر اون جنبش مسلحانه ضعیف میشد جنبش علیه جمهوری اسلامی ضعیف شده بود، اگر قوی میشد جنبش علیه جمهوری اسلامی قوی شده بود. به این معنا خب منصور حکمت نه از لحاظ اینکه چون آینده طوری داره طی میشه جنبش مسلحانه ضعیف میشه دنبال یک راه حلی باشه، اساسا همون موقع که تو اوج قدرتش بود منصور حکمت اومد گفت که ما یه جنبش کارگری سوسیالیستی داریم، به همه ابعاد جامعه کار داره، به همه مثال کار داره، مسئله حقوق کودک، مسئله جنبش حق کارگر تو اون جامعه، مسئله نقش زن تو اون جامعه، مسئله رفع ستم ملی تو اون جامعه، همه اینا ابعاد مختلفشن که این جنبش یه شاخه نظامی داره، نمیشه همه چیزو فقط نظامی تعریف کرد. اتفاقا بعدن تو سیر حوادث یه جوری پیش رفت، خود ناسیونالیست‌ها هم میگن بابا جواب تنها بازه مسلحانه نیست. به این معنی همون موقع وقتی این بحث ها مطرح می شد مقاومت در مقابلش این بود که منصور حکمت اعتقاد مبارزه مسلحانه نداره. منصور حکمت هم تمام بحث این بود آقا جون نمیشه هست و نیست تو فقط جنبش مبارزه مسلحانه تعریف کنیم، چون واقعی نیست. سوسیالیسم از جنبش مسلحانه در نمیاد، جنبش مسلحانه بخشی از تلاش جنبش سوسیالیستی و کارگری در کردستان هست که بتونه به اهدافی که جنبشش داره برسه، نه اینکه خود وسیله و ابزار رسیدن به جنبش رو جای خود جنبش قرار بدی. و این اتفاقا یه نقطه اشتراکی بود بین ناسیونالیسم و کمونیسم تو کردستان. همه ظاهرا یه جنبش داشتیم به اسم جنبش مبارزه مسلحانه، یه جنبش مسلحانه که برای رفع ستم ملی مبارزه میکرد، و یه دوره به مخصوص سال 58-59 در کردستان ایران اصلا اولین شعار و تودگیرترین شعار تبدیل شد به بحث شعار خودمختاری، یعنی که جنبش کارگری، حق جنبش کارگری، نقش جنبش کارگری، نقش جنبش کمونیستی، نقش جایگاه زن، نقش جایگاه اقشار تحت ستم، خواستهای صنفی، تشکلهای توده‌ای، همه رفت زیر این سایه. یکی از کارهایی که مسئول اومد همین را زیر سایه در آورد، گذاشت رو میز کمونیست‌ها تو کردستان و این تقویت کرد کل این مبارزه علیه جمهوری اسلامی از یک طرف، و از یک طرف دیگه یه نیروی اجتماعی رو در مقابل ناسیونالیسم کرد قرار داد که حتی وقتی خواست این جنبش رو بزنه ضعیف کنه مبارزه با جنگ و با اسلحه اومد به جنگش دیگه. اون موقع همین جنبش وایساد در مقابل ناسیونالیسم کرد و خوشبختانه پیروز شد در مقابل حزب دموکرات. اما 20 سال بعد از تشکیل حزب کمونیست کارگری و کلن دوره‌ای که کمونیست کارگری به عنوان یک حزب عروج کرد و نقش تاریخی خودش رو ایفا کرد، وضعیت به چه شکله؟ جنبش حق طلبانه مردم در کردستان عمیق‌تر شده، وسیع‌تر شده، یا برعکس جنبش ناسیونالیستی قوی‌تر شده و میدون نقش بازی می‌کنه؟ به طور واقعی خب این یه مسئله چند جانبه است. تا اون جایی که به چپ و کمونیسم مربوطه کلن یه فرصت تاریخی براش ایجاد شده، نه اینکه ضعیف نشده، خیلی قوی شده. خیلی قوی شده نه الزاماً تو کردستان ابعاد حزبیش قوی تر شده باشه، ممکنه همون جوری بوده که بوده، هنوز زیاد
تحول عجیبی اتفاق نیفتاده اونجا. ولی اولا تو ابعاد جهانی نگاه کنیم، یه دوره وقتی بحث و شعار کمونیسم مرد و دادن، کردستان یه بخش از این دنیا است، از این کره خاکیه، همونجا هم کمونیست‌ها رفتن تحت فشار قرار گرفتن. یه دوره که راستا، ناسیونالیستا، اسلامیا، مذهب و ناسیونالیزم تبدیل شد به اجزای تشکیل دهنده دولت و معماری نظم نوین جهانی، کمونیست‌ها تحت فشار قرار گرفتن. مخصوصا با ریزش دیوار برلین و سقوط بلوک شرق، تمام شکست سرمایه‌داری دولتی و دیکتاتوری استالین رو به اسم کمونیست‌ها نوشتن و همونجا اسلامیا از یک طرف و ناسیونالیست‌ها از طرف دیگه تو ایران جمهوری اسلامی همه اینو تو بوخ کردن. کمونیست‌ها خیلی تحت فشار بودن، ولی بعد از یه پروسه‌ای که الان می‌بینیم جنبش وال استریت هست، الان می‌بینیم در خود عراق که تحت حاکمیت ناسیونالیست‌ها قرار داره، مردم اومدن بالاخره حقشون رو می‌خوان، از همونی که تا دیروز اپوزیسیون بودیم رو تو موقعیت پوزیسیون ناسیونالیسم کرد حاکمه، و تا اینکه نقش جنبش کارگری در کردستان خیلی جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده. رهبران فعالینی که تو جنبش کارگری الان تو جامعه معرفی شدن و جامعه اینا رو میشناسه، تو تاریخ کردستان سابقه نداشت. برای اولین بار بالاخره آدم مهم تو اون جامعه نه رهبران ناسیونالیسته، بلکه رهبران جنبش کارگریه. و به این معنا کلن اگر نگاه کنیم، این پروسه تاریخی، این شفافیت نظری سیاسی و درست دیدن قضایا و تأکید کردن برای اینکه دو تا جنبش وجود داره تو اون جامعه، ما یک جنبش و یک هدف نداریم که یکی به راست میکشه یکی به چپ، دو تا جنبش داریم، دو تا استراتژی داریم. الان استراتژی چپه خوشبختانه از موقع خیلی بهتری برخورداره، منتها خب هنوز به طور واقعی ناسیونالیست ها به دلایل سابقه تاریخی، به دلایل کمک دولت ها و به دلایل مختلفی که حتی خود جمهوری اسلامی یک کسایی از اینا رو سعی میکنه کمک کنه و باشون راه بیاد، هنوز اونا از امکانات بیشتری برخوردن. ولی از لحاظ ذهنیت جامعه، اقبالی که از کمونیست ها، رادیکال ها، سوسیالیست ها و فعالین و رهبران جنبش اجتماعی رادیکال و جنبش کارگری به ویژه میشه، خیلی برجسته‌تر شده. اما یک اتفاق مهمم در منطقه اتفاق افتاد با ایجاد منطقه آزادتری به نام کردستان عراق که رسما به عنوان یک حکومت کردی شروع به فعالیت کرد. شما نقش کمونیسم کارگری یا کلا ایفای نقش کمونیسم کارگری تو منطقه رو چطور می‌بینید؟ خب یه دولت کردی سر کار اومد، نه یه دولت چپی. راست شما بخوای خب الان نگاه کنی، تصویر زیاد دلچسبی تو کردستان عراق نیست، بخاطر اینکه متاسفانه اون دوره رشد و دوران طلایی که برای کمونیست‌ها ایجاد شد تو کردستان عراق نتونستن خوب ازش استفاده کنن. تنها کار مثبتی که اون دوره تحت تاثیر ایده‌های منصور حکمت و تئوری‌ها و دیدگاه‌ها و تلاش‌هایی که خود منصور حکمت توش نقش داشت به طور عینی و روزمره، این بود که بالاخره یه حزب کمونیستی در مقابل انواع احزاب ناسیونالیستی و اسلامی درست شد. بالاخره تاریخ کردستان عراق و حتی خود عراق رو نگاه کنیم، کل تاریخ عراق یه حزب کمونیستی چپ، اونی که اسم رسمی داشته باشه طبعا، وجود داشت، اسمش بود حزب شیوعی، چیزی شبیه حزب توده ما تو ایران بود، پرو سوویت بود، پرو استالین بود، با اسلامیا دوست بود، با ناسیونالیستا دوست بود، با کسی سرشاخ نمیشد، نفوذ داشت، امکاناتی داشت، بالاخره یه تاریخی داره. قدم بعدی، پروسه‌ای که طی شد، اولین حزب مطرح و اسم و رسم دار حزبی به اسم حزب کمونیست کارگری عراق. ولی حزب یه دوره رشد خوبی کرد، کادرهای زیادی رو به خود جلب کرد، توجه جامعه رو به خود جلب کرد. متاسفانه یه دوره‌ای که میتونست به قدرت نزدیک بشه و شرایط فراهم بود و هنوز این حاکمان ناسیونالیست و کرد نتونستن جا پای خودشون رو محکم کنن، این نتونست اون نقش رو بازی کنه. ولی هنوزم که هنوزه، علی‌رغم اینکه روند ضعیف شدنش طی شد این مدت، تنها امید هنوز این خط و این جهته. هنوز متاسفانه باید بگم اونجا یه جریانی به وجود نیومده که آدم وقت در مقایسه بگه این یکی هنوز میشه اتکا کرد در مقابل اون حزبی که تضعیف شده.
منتها نقش منصور حکمت این بود یه ایده های رو برد تو اون جامعه. این اتفاقی که تو کردستان ایران افتاد، تو کردستان عراق هم به یک درجه افتاد، و این تو کردستان عراق شرایط تاریخی براشون فراهم شد که بتونن عروج کنن و بیان تو رأس و تو سطح میلیونی و اجتماعی نمایندگی سیاسی جنبش کارگری و جنبش کمونیستی رو به عهده بگیرن. متاسفانه از این اتفاق باز موندن و نتونستن این نقش رو ایفا کنن. ولی تو کردستان ایران خوشبختانه الان هنوز که جامعه دست جمهوری اسلامی نتونستیم کاری بکنیم، خوشبختانه باید بگم که جنبش کارگری اینقدر جلو اومده، همون جمهوری اسلامی رو به چالش تربیده. یعنی علارغم این که هنوز یه ده آزاد نشده، هنوز یه تپه دست کمونیست ها نیفتاده، باید بگم که اونجا نقشی که کارگرا، فعالین کارگری، رهبران کارگری، کمونیست های اون جامعه ایفا میکنن خیلی بیشتر از اونیه که الان تو کردستان عراق کمونیست ها ایفاش میکنن. سه دقیقه تقریبا به پایان برنامه ما اگه من اشتباه نکنم باقی مونده. الان کشمکش وسیع در منطقه هست، دولت‌های دیگه‌ای مشغول به دخالت در تغییر اوضاع استراتژیک منطقه، ترکیه، ایران و به هر حال جنبشی که خودش رو جنبش دفاع از حق حاکمیت کردستان مینامه. 20 سال پس از تشکیل حزب کمونیست کارگری و حضور کمونیست کارگری در منطقه و مشخصاً در کردستان چنین اتفاقاتی می‌افته. شما به عنوان یک فرد آگاه و دخیل در اوضاع سیاسی منطقه این تصویر چطور میبینید؟ به نظر من یه چیزی میتونم با جرأت بگم، اونم این که ناسیونالیستا شکستشون رو تو کردستان عراق خوردن، بخاطر اینکه حاکمیت رو گرفتن، قدرت رو گرفتن. همون دولتی که اومد و کردا به اصطلاح از طرف نمایندگان جنبش ناسیونالیستی کرد قدرت رو گرفتن، واسه همون مردم به چالش طلبیده شدن و اسمشون معروف شده به فرعونهای کردستان. این شکست سیاسی استراتژیک جنبش ناسیونالیستی لااقل تو اونجاست. در ترکیه تنها جریان مطرحی وجود داره متاسفانه پکاکا و پژاکن که بالاخره هر دو تاشون یکی‌اند در واقع. اینا هر روز بغل یه دولتن و الان با کمک همین ناسیونالیستی حاکم در کردستان عراق رفتن کنار جمهوری اسلامی وایسادن در رقابت با ترکیه و میخوان سوریه رو تقویت کنن. میخوان بگم که وقتی اینو میبینی معادلات عوض شده، اینا آینده ای ندارن، بخاطر اینکه اسد آینده ای نداره، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی آینده ای نداره. فضا برای تعرض کمونیست ها آماده است. به نظر من فضای دنیا و فضای منطقه برای تعرض کمونیست های کردستان از همیشه آماده تره. باید با اعتماد به نفس وایستد، اینا رو گذاشت کنار و برای همیشه پایانی داد به این دعوای ناسیونالیسم کرد. اونجا انسانی که در کردستان زندگی میکنه، کرد زبان یا هر زبان دیگه داره، باید به عنوان انسان برابر با بقیه مردم ایران این حق رو داشته باشه از اون امکانات استفاده کنه تو اون جامعه، و در این حال به عنوان انسان و شهروند متعال حقوق با بقیه مردم ایران بیان و کنار هم دیگه دست به دست هم بده، هم از دست جمهوری اسلامی خلاص بشن، هم از دست این کشمکش دعواهای قومی و به معنای واقعی آلترناتیو رهایی مردم از ستم ملی و از ستمهای دیگه اجتماعی و طبقاتی و سیاسی که وجود داره یک بار پایانی بزنن. ببین کمونیست کارگری اینو وظیفه خودش قرار داده و به نظر من دوران تعرض ما به یک منابی میشه گفت که الان از همیشه بیشتر میدان آماده برای تعرض و باید اینو آغاز کنیم. یعنی فکر میکنین که این تعرض جنبش اعتراضی کارگری به کی؟ در درجه اول به جمهوری اسلامی، در درجه اول مانع جمهوری اسلامی. اگه جمهوری اسلامی نباشه خب خیلی از اینا نیستن، خیلی از اینا حاشیه میشن، و در درجه هم علیه جمهوری اسلامی واسه یه دشمن باید شکستش داد و از صحنه تاریخ محوش کرد. ولی در مقابل ناسیونالیست‌ها باید نقدشون کرد، حاشیه‌شون کرد. در غیر این صورت دست ملی حل میشه، نه مسئله کرد حل میشه و نه بقیه ستم‌هایی که تو اون جامعه وجود دارن. به این معنا ما یه وظیفه اساسی داریم به عنوان کمونیست‌ها و جنبش کارگری، و اینه که آلترناتیو خودمون در مقابل جمهوری اسلامی و برای حاشیه کردن جنبش‌های دیگه به پیش ببریم. سپاسگزارم از اینکه تو این بحث شرکت کردید. با تشکر ممنونم از حضورتون در استودیو. عزیزانم امیدوارم که
برنامه‌ای که خدمتتون عرضه کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. همچنان از طریق شماره پیامگیری که در پایین صفحه می‌بینید با ما در تماس باشید.